سلام، خوش اومدیم به 289 شماره از روزنامه یوتیوب. امروز یک شنبه سیام مهر ماه، به رسم همیشگی خبرهای مهم روز فوتبال ایران رو کنار هم مرور میکنیم. خطر از بیخ گوش آبی ها گذشت، از استقلال امتیاز کسر نمی شود. بعد از کسر امتیاز از سپاهان و پرسپولیس، شایبه کسر امتیاز از استقلال هم پیش اومد و باشگاه پرسپولیس و سپاهان به صورت شفاهی مطالبی رو علیه تیم استقلال به زبون آوردند. اما بر اساس ادعای خبر ورزشی، سازمان بازرسی کل کشور در بررسی قراردادهای استقلال به موضوع مشکوکی بر نخورده و گزارشی رو به سازمان لیگ ارائه نداده. بنابراین حتی در صورت شکایت باشگاه‌ها، کسر امتیاز از استقلال منتفی است. طلب 44 میلیاردی یزدانی از آبی‌ها. از استقلال خبر میرسه سیاوش یزدانی طلبی باور نکردنی معادل 44 میلیارد از این باشگاه داره که باید هرچه سریع‌تر به اون پرداخت بشه. نکته عجیب در مورد میزان طلب یزدانی اینه که اون قراردادی 2 ساله با این باشگاه داشته که در این مدت 1.5 فصل رو در سربازی گذرونده و بعد از 1.5 فصل هم به سپاهان منتقل شده. گفتنیز این قرارداد عجیب در زمان آجرلو با یزدانی بسته شده. سرخابی ها در بین 6 تیم برتر آسیا. سایت تحلیلی اپتا ردبندی تیم های باشگاهی فوتبال آسیا از نگاه کارشناسان خود را اعلام کرد که طبق اون تیم الهلال عربستان در جایگاه نخست قاره کهن قرار داره. پرسپولیس با 79.3 امتیاز و در اختیار داشتن رده 164 جهان از نگاه اپتا در جایگاه 4 برترین تیم های آسیایی جای گرفته. استقلال هم با 78.4 امتیاز و کسب جایگاه 190 جهان تیم 6 آسیا از نگاه اپتا محسوب میشه. رونمایی از بلانکو در بازی با آلومینیوم. مدیران استقلال در صحبت‌های اخیرشون با جواد نکونام اعلام کردند تلاش می‌کنند با کاهش رقم قرارداد برخی از بازیکنان قرارداد گوستاو بلانکو رو ثبت کنند تا این بازیکن در دیدار برابر آلومینیوم عراق به میدون بره. تیم استقلال جمعه هفته جاری در چارچوب هفته 8 لیگ برتر در ورزشگاه آزادی به مصاف آلومینیوم عراق خواهد رفت. بازگشت کاپیتان پرسپولیس به تمرینات. تیم فوتبال پرسپولیس آخرین تمرین خود را در حالی انجام داد که کاپیتان این باشگاه هم در بخشی از این تمرین حضور داشت. مهمترین اتفاق تمرین حضور امید عالی‌شاه در بخشی از کار گروهی بود. اون بعد از اون که دقایقی از تمرین رو زیر نظر کادر پزشکی بود، به تمرینات گروهی اضافه شد. پرسپولیس در بازی بعدی خود و در چارچوب لیگ قهرمانان آسیا به مصاف استقلال تاجیکستان خواهد رفت.